همراه هستیم با محمد کوچ، پژوهشگر مسائل خاورمیانه از آنکارا. خوش آمدید. اردوغان بر مبنای چه محاسباتی چنین موضع تندی علیه حمله روسیه به اوکراین گرفته؟ آیا میشه گفتش که مناسبات آنکارا و مسکو از این موضع‌گیری تند مخدوش نمیشه و برای دولت اردوغان این موضع‌گیری پیامدهای منفی نخواهد داشت؟ سلام. همانطور که میدونید ترکیه هم با روسیه هم با اوکراین روابط ویژه برقرار کرده. در واقع طی این چند سال اخیر به خصوص روابط تجاریشون هم گسترش پیدا کرده، هم روابط خدمت شما عرض کنم فرهنگی در عرصه جهانگردی و همینطور با اوکراین در زمینه صنایع دفاعی قراردادهای نظامی دفاعی هم داره. بنابراین روابط هر دو کشور در طول این مدت طی این چند سال اخیر به صورت گسترش پیدا کرد. اینجا که آقای اردوغان این واکنش تند سیاسی نشون داده طبیعتاً به جا هستش، یعنی اشغال یک کشور توسط یک قدرت دیگر و با زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل و زیر پا گذاشتن حاکمیت آن کشور قابل قبول نیست. اما آقای اردوغان این حرف رو در تلفن هم به خود آقای پوتین هم گفته. شما هم میدونید ترکیه و روسیه در قفقاز، در سوریه، لیبی و الان هم در بالکان گاهن رودروی هم قرار گرفتن، گاهن هم این رودروی تبدیل به همکاری شد، زمینه ها فراهم شد. این همکاری ها هنوز هم ادامه داره. البته این نگرانی وجود داره، یعنی بر بقیه تحلیلگران این واکنش های اردوغان رو تند تلقی کردند و گفتن که این ممکنه این هم روسیه هم ترکیه رو تو این حوزه های دیگه تو مناطق دیگه دوباره روابط رو متشنج کنه و اونجا اتفاقاتی بیفته. من فکر نمی کنم کار به اونجا بکشه، ولی خب آقای اردوغان حداقل در اصول سیاسی خارجی که تا کنون دنبال کرده این واکنش رو باید نشون میداد. اما فکر نمی کنم در عرصه عمل این اتفاق بیفته. آقای کوچ عذرخواهی میکنم، چطور با وجود انتقاد تند اردوغان از حمله روسیه آنکارا حاضر به مسدود کردن تنگه های بوسفور و داردانل نیست؟ خب ببینید، اینو دو قرارداد مونترئو که هستش در واقع عبور و ترانزیت کشتی های جنگی از تنگه داردانل و بوسفور و امثال اینها تنگه های دیگه تنظیم کرده، اونجا موادی مستقیما به این موضوع اشاره میکنه که ترکیه یک جانبه نمیتونه به تنهایی جلوی این کارو بگیره. یعنی اونجا قرارداد مونترو در واقع معتبر هست و موادی که در اونجا مندرج جاری هستش، بنابراین ترکیه یک جانبه نمیتونه مانع بشه. سپاسگزارم از شما، همراه ما بودید. محمد کوچ، پژوهشگر مسائل خاورمیانه از آنکارا.